بشه مشم نسته به نسلی اختراسی سیوالان و مشه مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشم میدوارخ صفحه 892 یلغوت یوسف دو سیمان یعنی فصل نو دین قریا قوانین مربوط به پاره کردن یقه شماره هشت اونن ساریخ لبارخ بیرکت دیان هایمت اونن لازم برخا میگه برخا های دیان ها در ذکر با ذکر نام هشم یعنی قشنگ میگه با رو هشم ولی که نمر خاولم دیان های کامل میگه یعنی برخا رو کامل میگه باروخ دیان های کامل میگه و همونطور که دست خوندیم در برخوت در مورد خبرهای بعد میگن باروخ دیان های مد. یعنی من قبول دارم تو قاضی هستی امت کارت اشتباه تو کارت نیست یعنی بفهمه چی داره میگه دعیان آئمت قاضی حقیقت کارش درسته و با وجوده که هستن میگنی براخا باشه بدون ذکر شم و ملخود همونطوری که منتشر شده ولی قبلا منتشر شده مینهایی که براخا بگن با اسم و ملخ و در مکان مینهای نمیگیم شک برا خود لعقل. و مینهای او که هر یکی از اولیم براخا میگه برای خودش براخای دعیان آئمت و انجام وظیفه نمیده از یه نفر یه نفر چهار تا برادرن یکی بگه برای همه نه هر که برای خودش میگه فقط اگر هستن اونجا افراد آولداری که اینا غیر مذبی هستن که بلد نیستن براخا درست بگن یکی میگه از اولی که بلده بگه و دیگران کبانا میبندن که انجام وظیفه در بیان همچنین او هم ایشمه و بیتن و دهتام یعنی اون کسی که داره براخا رو میگه یکی از برادرها که مذهبی تره او براخا میگه نیت میبنده به بقیه برادرها اونها هم که میشنون نیت ببندن که انجام وظیفه براخا رو بدن پس اینجا ما یاد میگیریم که هر کسی برای خودش بگه ولی اگر که اونا بلد نیستن غیر مذهبی هستن میشه یه نفر بگه اونا هم گوش بدن نیت دو طرفه شماره تت اگه فراموش کردن که پاره کنن و گذشت اون روزی که اون مت قبر شده در او خب و یادش اومد در شب که بعد از قبورای خب میتونن پاره کنن به بگن تا آخر شب امروز خدا بیامرز شده سپردن امشب هم میتونن بگن تا کی تا آخر شب همچنین اگر قبر کردن اون متوفا رو در روز دیگری نه در روز فوت یا که یادشون اومد بعد قبورا که, قبر ن... که پاره نکردن گذشت اون روز اگه یادشون اومد در شب پاره میکنن با براخا تا آخر شب ولی اگر یادشون اومد بعد از اینکه که گذشت روز قبورا و شب بعدش پاره میکنن بدون براخا تمام هفت روز و سایر مینهای اولوت حتما که رفتار میشه تمام هفت روز و اگر گذشتند شیوا یعنی هفت روز و پاره نکرد دیگه پاره نمیکنه به از باباش و مادرش که خیابه پاره کنه بر اونها تا ابد حتی بعد دوازده روز پاره میکنه بدون دوازده ماه پاره میکنه بدون براخا و تمام این لازم نیست که پاره کنه بر سایر خیشاوندانش و اون فقط به شرطی که شنیده در میان هفت روز و با تمام این پاره نکرده ولی اگر نشنید در میان افروز و شنید در میان سیروس خیابه که پاره کنه اینجا یه نکته ای به ما یاد میده که اگر پاره نکرد و روزی که اون متوفا قبر شده هم گذشت شبش پاره میکنه تمام شب وقت داره تمام شب بعد از قبورا وقت داره که پاره کنه حالا اومدیم یک شنبه فوت کرده دو شنبه سپردن خب کی وقت داره پاره کنه دو شنبه شب تمام شب وقت داره پاره کنه بابا یک شنبه فوت کرده میگه باشه چون دو شنبه سپردن کل شب بعدش وقت داره تا آخر شب حالا اومدیم روز قبورا گذشت شب بعدش هم گذشت دیگه ب... بدون براخا پاره میکنه تمام هفت روز تمام مراسم دیگه اولود که انجام میده ولی اگر گذشتن هفت روز پاره نکرد دیگه پاره نمیکنه پس اگه شب بعدی هم گذشت پاره میکنه تا هفت روز و هفت روز گذشت چی دیگه پاره نمیکنه برای بقیه ولی پدر و مادر تا ابد پاره میکنه حتی بعد دوازده ماه بدون براخا و تمام این که لازم نیست که پاره کنه بس سایر خا... سایر خیشاونداش فقط به شرطی که در میان افروز با وجود این پاره نکرد ولی اگر نشنید در میان افروز شنید در میان سیروز خیابه که پاره کنه آه. این قسمت نه این قسمت آخر رو یه بار دیگه ما روشنتر واضحتر توضیح میدیم ما یاد گرفتیم که اگر امشب که شبیه که بعد از قبورای پاره نکرد فردا پاره میکنه بدون برخا تا هفت روز بدون برخا برای خیشاوندان دیگه و ای که میگیم برای خیشاوندان دیگه فقط هفت روز میتونه پاره کنه به شرطی که شنیده در میان هفت روز و پاره نکرد میگیم هفت روز وقت داری شنیده تو هفت روز که باباش فوت ببخشید خیشابندان دیگهش فوت کرده تو هفت روز شنیده که خیشابندان دیگه به جز پدر و مادر فوت کرده پاره نکرد هفت روز گذشت بگیم دیگه نمیتونه نمیخواد پاره کنه ولی اگر تو هفت روز نشنید تو ده روز پونزه روز شنید تا سی روز باید پاره کنه ای که گفتیم تا هفت روز بیشتر برای دیگران پاره نکنه شنیده و پاره نکرده ولی اگر روز 25 شنید که برادرش فوت کرده پاره میکنه بدون براخا شماره یود میفرماید که بعد جوا که والدینش فوت کردن چند سال پیش خب و پاره نکرده بر اونا موقع خودش پاره میکنه حتی بعد چند سال براخا نمیگه بیر کرد دیانا با وجودی که در زمانش براخا نگفته این براخا آقا یه نفر اهل دین و مذهب نبوده گفتن بابات مرده گفت خدا بیامرزتش مرزتش خدا حافظ رفته حالا بعد سه چهار پنج سال اومده اومده مجد توبه کرده خب میگه خدا بیام بابام فوت کرد یقی پاره نکردم چکار کنم میگه مالا پاره کن یا شاید نمیدونسته خبر نداشته حالا هم که میاد بدون ورخا پاره میکنه با حوضه که پنج سال گذشته یازده نیز اگر اون آول خودداری میکنه که پاره کنه علا رقم وظیفه حلا خواهیش میکن ما قوم ام، امکان داره که یادش بدن براخا بده بگه برا 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 دیانائمت به شمو ملخود که نیست براخا بر نکته خوبی میگه آقا میگه من پاره نم کنم خب براخا بگو براخا بگو براخا که خدا امته قاضی حقیقته یعنی این برا با یعنی ای بر پاره کردن نیست موقع پاره کردن میگه ولی ولی ارتباطی به پاره کردن نم... نداره اگر گو پاره نمیکنم کنم بازم ای ها رو میگه دواز... خیلی نکته جالبی بود شادیا باشه انشاءالله شما رو دوازدن میفهماده از جنبه دین لازمه که پاره کنه موقع که میبینه یکی از هفتاخی شابنداشت شم اولی که اونا آول دارن مثلا اگر پدر زنش یا مادر زنش فوت کردن و زنش هفت میشینه یا ای که زن پسرش بعد 120 سال فوت کرد و پسرش میشینه هفت روز اینجا توضیح میده آقا اگه پدر زنش فوت کرد زنش آول داره ایشون باید پاره کنه نه زنش آول داره پدر زنش که جزه هفت نفر نیست که فقط امروزه راست ندارن در این چه در موضوع پاره کردن چه در موضوع اولود میکل مقام کسی که خیاب نیست به پاره کردن نمیتونه سخت بگیره و براخا بگه در زمانی که پاره میکنه همچنین طبقه میناگش که نازی ها که زنا میگن بر میسوت هستش از, از منگراما نیز اگر او برخی او اگه اتفاق افتاد بر اون موضوع اولود اینجا یه بار ما بند دوازده رو توضیح میدیم هفت نفر داریم که اینا اولوت دارن بعد 120 سال که فوت کردن پدر مادر برادر خواهر زن شو و پسر و دختر حالا به جز اینا پدر زنش فوت کرده زنش هم اول داره یا آقای داماد که نمیخواد پاره کنه یقش که من یه بار دیگه شماره دوازده رو دقیقتر توضیح بدم تصیم میکنم شماره دوازده میگه ببین از جنبه قانون و حلاخا لازم بود وقعی که میبینه یکی از این خیشاوندان نزدیکش ازا و هم پاره کنه مثلا پدر زنش فوت کرده خب پدر زن... ولی حالا زنش عزاداره من نشسته از جنبه دین میبایست که پاره کنه یقش رو ولی امروزه کارو نمیکنن از جنبه دین میبایست به خاطر پدر زنش پاره کنه که زنش آولدار نشسته ولی امروزه این کارو نمی کنن. و مزاله کسی که خیاب نیست به پاره کردن مثل همین داماده نمیتونه سخ بگیره بر خودش و براخابه که زمانی که پاره میکنه حالا میخواد پاره کنه پاره کنه پاره کنه و این نمیتونه بگه مرسی شماره یود گیمل میفرماید اون کسی که ایستاده در زمان خروج نشامای مرد یا زنی از اسرائیل مینهدین این یوده جابجا جا نوشته از دین خیابه که پاره کنه نگاه کن در زید و بعضی میگن اگر ایستاده در کنار متوفا در شبات در زمان خروج نشاما پاره نمیکنه در مسای شبات چون دیگه عقب زده شده نزدش عقب زده میشه و همطور از شالوم سفر تورایی که سوخته شد به کوخ از روع به شبات با قدرت زور در شبات پاره نمی کنن در مسای شبات ما باید شماره چارده هم بخونیم با هم توضیح بدیم میفرماید میکل مقام دیگه رسم دارن امروزه کسی که میست نزد اون مت در زمان خروج نشاما پاره نمیکنه که اگر اینجوری یاف نمیشه که کس... کسی که بیست نزد مت در نتیجه مت تنها میمونه منیمسا مت یخیدی به اوگمت نفش میخوای واسه نمیدون پاره کنیم کسی وای نمیسه پس اینجا امروز رسمه که پاره نمیکنن و در نتیجه مت میمیره تنها با غصه و حقیقتا که یکی از اگر یکی از خیشاوندان خیابه به اولوت میسته در مکانه در ایستاده در کنار اون متوفا در زمان خروج نشاما درسته که پاره کنه اون وقت در اون ساعت او براخا که قبل از پاره کردن دیا و بعد از آن دیگه لازم نیست که پاره کنه چون که قبلا پاره کرده در زمان خروج نشاما و اگه پاره نکرد در زمان خروج نشاما خوبه که رفتار, که کنه که پاره کنه پیوست به خروج اولیم که میرن برای تشریف اگه پاره نکردن قبل از تشی پاره میکنه فورا بعد از تشی قبل از سعودای اورا که اینجا رسمه که وقتی که دیگه میخوان بعد از قبورا میان پاره میکنه پس اینجا درسته که ما میگیم در زمان خروج نشاما هر کسی که اونجاست طبق قانون باید پاره کنه یقش رو ولی اینطور انجام نمیدیم عملا رسمه که پاره نمیکنن چون اگر اینجوری باشه ایش که وای نمیسته اونجا میگه اگه وای می فوت کرد باید دقیق پاره کنه پس نمیکنن حالا اگر یکی از این هفت نفر اونجا حضور داره در زمان خروج نشاما میگیم خب تو که باید پاره کنی حالا پاره کن که خروج نشام هاست برا میگه برخواه تشمیل که نومیل خواهولام دیا نایمت پاره میکنه و بعد دیگه پاره نمیکنه چون دیگه پاره کرده حالا اگر پاره نکرد دیگه در زمان خروج نشاما میتونه پیوست به خروج اولین که دارن میرن برای تشریح پاره کنه نکرد بعد تشریح پاره میکنه شماره تتواب میفرماید مینهای امروزه که پاره نمیکنن بر آدم کاشر حتی خاخامه مگر اینکه راو موبهاقشه یعنی اکثر توراش ازش یاد گرفته و اگر نه برای این مسئله دیگه انتهایی نیست پایانی نیست و موقعی که پاره میکنه بر رب و موها که اکثر حکمتش از اوه این یادش داده طریقه ایون مطالعه و پساک دادن بعضی میگن لازمه که پاره کنه تمام لباساش رو چون دین پدر و مادر تا که آشکار بشه قلبش و بعضی میگن کافیه که پاره کنه هشت سانت ولاخات چون نظر اوله پس اینجا میگه که اگر یک خاخا فوت کرده که ربا موهاقشه اکثر خخماش از یاد گرفته یعنی طریقه مطالعه تورا و اگمارا و پساک دادن یادش داده بعضی ها میگن که لازمه تمام لباساش پاره کنه تا که مثل پدر مادر که آشکار بشه قلبش بعضی ها میگن کافی اشته فقط و میگه الاخا طبق نظر اوله شماره تدزن میگه وظیفه است که پاره کنه بر پدرش و مادرش پیراهن رو و اگه میپوشه چندین پیران لازم تمامش پاره کنه ولی لازم نیست که پاره کنه زیر پیران که اون لباس عرقه و همینطور مینا رسم اکثر جماعت میزراخ که تکیه کرد تکی کردن بر راب آگاون آگاون و کسایی که با که پاره نمیکنن لباس عرق رو و این اینها از بر چیزی که تکیه کنن و همینطور پاره نمیکنن لباس روی رو مثلا کتش یعنی خلیفا به خود شکن میل خوره مثلا کت یا فرض کنید که لباس بارونیش و تریقاتن شالم پاره نمیکنن و در سایر خیشابندان کافیه پاره کنه لباس اون که پیرنشه. این پیرنشه و پاره کنه بر پدرش و مادرش طرف چپ و بر سایر خیشابندان طرف راست پس اینجا ما ببینیم که زید پیران پاره نمیکنه تلید پاره نمیکنه کت پاره نمیکنه و اینجا یه پیرن پیر پیرهنش پاره میکنه پدر مادر طرف چپ طرف قلب و سایر خیشاوندان طرف راست یود زین میفرماید کسی که میپوشه شال در زمان بین خولسا پیران نداره مثلا سودار سودر و و پاره کرد اون بلوز رو بگیم بر پدر یا مادرش و بعد از آن میخواد لعتیرت خوته از دریگا مثلا یه بروز بافتنی بوده بعد میخواد باز, باز کنه تمام نخای اون بافتنی رو برگرده به بافتش از نخای لباس دیگری باید سبک بگیریم که این کار رو بکنه که چیز جدید اومده اینجا مثلا یه بروز کرکی داشته پاره کرده خب خاطر پدر مادرش پیپیرن نداشته و بعد میخواد حالا بیاد کورک بیاره اینا ببافه خب میگه کرک از جای دیگه آورده ای لباس جدیده کم تر پیش میاد این چنین یوت خد آن که میپوشه لباس گرون قیمت و زیبا میخواد عوضش کنه قبل از پاره کردن با لباس ساده میتونه این کار بکنم طوری که بالا هم گفتیم و این نکته خوبیه آدم بدونه یه لباس نوع ترتمیز پیران نوع یه میلیون تومنی یک تنشه این پاره کنه؟ نه بریم میکنه که ایک دیگه می این میفرماید قبلا ما سیف لامداله توضیح دادیم اونجا هم برای سروران ما توضیح میدیم که یه نفر که یکی از خیشابندانش بعد 120 سال فوت کرده و لباس نو و گرون قیمت داره و اسف ایفش میاد که پاره نکنه و نوشته که مجاز عوض کنه مجازه که عوض کنه این لباس جدید رو و ببوشه لباس دیگر شسته شده که پارش کنه و نیست در این ایسور به خاطر پوشیدن لباس شسته چون که کباناشو که پاره کنه و نیست برای استفاده از اون شستن بلکه برای که پاره کنه و درسته که اون لباس شسته رو بده به دیگری که نیم ساعت بپوشه و وقت میتونه اون لباس رو بپوشه که پارش کنه یا که کسی بشکنه یکم به زمین بکشه و بعد بپوشه که کسی بشه پاره بشه پس بنابراین اینجا به ما میگه که اگر کسی یک لباس خوب گرون قیمت پیرانی گرون قیمت مهمی تنشه میتونه در بیاد یکی دیگه بپوشه خب یکی دیگه که بپوشه شسته شده میتونه بپوشه اشکالی نداره شسته شده هم باشه اشکال نداره چون که میخواد برای پاره کردن بپوشه میگه خب بهتره که اون لباس شسته رو به دیگری بده که نیم ساعت بپوشه اون وقت بپوشه پارش کنه یا کم به زمین بکشه که غرق اولام تو خاک بکشه کمی زمین خاکی که کم خاکی بشه بعد بپوشتش که دیگه شسته شده نباشه و اون وقت پارش کنه بهتره ناخونه شما یوتت میگه لازم نیست می پاره کنه لباس خواب رو یعنی پیجامه یا کتونت لیلا یعنی لباس شب تو لازم نیست که پاره کنم پیراهنشونی اگر میپوشه در ایام هفت روز یعنی وقتی که ای کسی که آول داره میره میگیره میخوابه پیجامه میپوشه لباس خواب میپوشه خب لباس خوابش پاره کنه نه بله یه بلو شعبار خواب میپوشه نمیخواد لازم نیست که پاره کنه پیران رو نیز اگر میپوشه در, در ایام هفت روز پس یه لباس پاره میکنه دیگه نمیخواد لباس خوابش پاره کنه اینجا نوشته کاف زنا خیابن نیست که پاره کنن بر اون متوفا چون قانون آقایون و وظیفه مقدسی است که توضیح بدن برای اونها چون مطلب ربوتنو در شست و تمام پسکین بشونی مخرونی خیابن نی زنها که پاره کنن بر کسی که فوت کرده که باید ازاداری کنن براش و اگر هستن زنایی که رست دارن در خوص و که پاره نمیکنن بر یکی از خیشابندانشون این رسم رو باید باطل کنن مقایرت دو علاقه داره به خصوص که ربوتنو سخت گرفتن زیاد و گفتن آولی که پاره نکرد خیاب میتاه خطرناکه بلکه بعد از اون پاره کردن ببندن مکان پارگی رو با سوزن قفلی برای سنیوت پس اینجا ما یاد گرفتیم خانم ها باید و موظفن که برای اون هفت نفر یقه پاره کنن و صد درصد این کار رو باید انجام بدن اگه هم تو شهر رسمی که این کارو نمیکنند باید این رسمو تغییر بدن و این کارو انجام بدن حالا خواست طبق پسقیم طبق شص و گمارا و همینطور بعد از اینکه پاره کرد سوزن قفلی میزنه به خاطر سنیوت کاف آلف قاتان چه متر, متر یه بچه دور از همه که یکی از خیشابندانش فوت کرد پاره میکنند براش به خاطر غم و غصه و ولی اولوت رفتار نمیکنه پس برای بچه هم زیر سیزه سال هم یقه پاره میکنند کاف بد کسی که فوت کرده دو تا قوم و یک جا یا خبر اومده میشه نیم از دو تا مورد یک جا پاره میکنه یک پاره کردن بر دوتاشون حتی اگر پدر و مادرش بعد 120 سال یک جا فوت کردن پاره میکنه یکی بر دوتاشون و اگه پاره کرد بر قوم و خیشی که فوت کرده و بعد از اون فوت کرد یکی دیگه در میانه افروز پاره میکنه پارگی برای خودش چه در اون پارگی خودش که اضافه میکنه و پاره میکنه بازم هشت سانت یایی که سه انگشت به سر فاصله میده و هشت سانت پاره میکنه او طرف ترش و بعد از هفت روز اضافه میکنه بر اون پارگی اول هر مقداری فوت کرد پدرش یا مادرش و یکی از سایر خیشابندانش پاره میکنه اول برای پدرش بعد برای مادرش تا قلبش و فاصله میده سه انگشت پاره میکنه یک تفخ بعد اون مرده دیگر فوت کرد پدرش و پاره کرد بعد افروز یکی از خیشابندان فوت کرد اضافه میکنه بر اون پارگی اولی و اون زیری رو بخیه میکنه میدوزه و اون روی رو نمیدوزه بالایی رو نمیدوزه مرد یکی از خیشابندان و پاره کرد و بعد از اون مرد پدرش یا مادرش چه در میان افروز چه بعد در افروز فاصله میده سنگشت و پاره میکنه از اون کنار در لبه لباس ما فقط این قسمت اول رو خدمت سروران توضیح بدیم که اگر بعد 120 سال پدر و مادر یک جا فوت کردن هم یه دونه بیشتر پاره نمیکنه. و بعد گفتیم اگر پاره کرد در یه قوم و خیشیش که فوت کرده و بعد یکی دیگه تو افروز پاره کرد بعد برای جدا پاره کنه حالا همونی که پاره کرده میتونه اکسان اضافه کنه یا میتونه فاصله بده انگشت یکی دیگه پاره کنه و حالتهای دیگه که اینجا توضیح داد دیگه نمیخوایم برگردیم براش کاف گیمل <applause> میفرماید گفتن به او که فوت کرده پدرش و پاره کرد بعد واضح شد که بچش بوده نه باباش انجام وظیفه داده قریا و لازم نیست دوباره پاره کنه اگه معلوم شد برای او تخ کده دیبور در این صورت در این صورت که فوری فهمید نه 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 باباش نبوده پسرش بوده و فوری و اگه معلوم نشد به او تایی که بعد از که دیدی بود یعنی شال مال خاربی فوری نبود انجام وظیفه نداده اگه بهش گفتن یه نفرت فوت کرده فکرت باباشه پاره کرد بعد گفتن نه پسرشه بعد 120 سال خال... انجام وظیفه میده تا اگر معلوم نشد به او تا زمان گذشت یعنی فوری نبود پس اگر فوری بود نمیخواد دوباره پاره کنه ولی یعنی گفتن باباش مورد بعد فهمید پسرش بوده فوری بهش گفتن نه پسرته ای انجام وظیفه داده ولی اگر معروم نشد تا که ددی بعد از طول کشید تور کشید دیگه قبول نیست حالا گفتن یه نفرت فوت کرده فکرت باباشه پاره که بعد معلوم شد پسرشه این قبوله حتی اگر زمانم گذشته شماره کاف دالت میفرماید پاره نمیکنن بر متوفا نه شبات نه یومتو حتی یومتو شنیه گالوت هم پاره نمیکنن عقب میزنن قریه رو بعد خک و در مورد خلمایت نگاه کن صیف بعدی میکن ما قوم براخای دیانای متر خط خیلا براخا میگه در شبات فقط اگر براخا نگفت در شبات براخا میگه در زمان پاره کردن بعد شبات اون کسی که پاره میکنه بر فوت شده در شبات با وجوده ای که خیلول شبات کرده انجام وظیفه داده اینجا نکته مهمی بود کاف داله توضیحش چیه؟ شبات یوم تو حتی یوم تو به دوم پاره نمی کی که بعد موعد خب حالا میکل ما قوم دیا نایمت خط خیلا براخا بگه در شبات دیا نایمت خط خیلا براخا بگه براخا بگه براخا برا کاری پاره کردن نداره فقط اگه براخا نگفت در شبات براخا بگه در زمان پاره کردن بعد شبات نقطه نکته مهم او که شبات به خاطر مردش پاره میکنه با وجوده که شعبات خیلول کرده انجام وظیفه داده شماره کافه مین شهر قدش یروشالایم تیوانه بتیکنه بیمیرا را و آمن نیز برای سفارادی ها که پاره نمی کنن در خول بر متوفا بلکه بر پدر و مادر فقط ما اونجا که گفتیم پاره نمی کنن. نه شباد نه یومتوب نه یومتوب شنی ولی در مورد خول داریم الان می که مینای آیه نیز برای سفارادی اینه که بر پدر و مادر فقط پاره میکنن ولی بر سایر خیشابندان مسایر گل و موقعی که شروع میکنن که رفتار کنن افروز اولود ولی در تمام شهرهای ارست بایستی که فتوا بدن چون نظر اکثر پسخین و ماران که قبول کردیم رو که پاره میکنن بر تمام قروین در خلمایت با وجود اینکه اولود در موعد نیست و خیاب فورا که عوض کنه لباسی که پاره کرده که اولود در فرسیا نیست در خول و تمام این درا برای اون متوفایی که قبر شده در خول که اون وقت زمان گرمه یعنی نارته و شایستن که پاره کنه براش و اگه فوت کرد و قبر کرد در یوم توپ توسط گویما پاره نکنه در خول موعد علیه گویم قبر شد توسط گویم شالوم بر خاطر نکنه در خلمای البته در یوم تو بلکه پاره میکنه بلکه بعد رگل با شروع ایام اولود که مجاز نشده قریا در خولم وقتی که بلکه موقع که قبورا بوده در خولم ولی وقتی قبورا انجام میشه در یوم تو چون که عقب زده شده قریا باید عقبش بزنن تا مسایر رگل میکن ما قوم این موضوع واضحه که بایستی که براخا بگه فورا بیکت دیا نایمه با اسم و ملخت در روز فوت و اگه براخا نگفت قب قبورا براخا بگه بعد از قبورا و اگر گذشت روز قبورا و نگو. اجازه نداره که براخا بگه در زمان پاره کردن که پاره میکنه در موسای رگل که پشت شئن قشر چه پاشوت که با معلومه که ارتباطی نیست در این براخا به پاره کردن اینجا چی گفت ببینید رسم یروشالایم با جای دیگه فرق میکنه در یروشالایم میفرماید که خول برای پدر و مادر پاره میکنن برای بقیه میذارن خروج رگل اون موقع که اولو شروع میشه ولی بقیه شهرهای ایرس باید طبق نظر اکثر پسخین و ماران که ما فوتفاش رو قبول کردیم انجام بدن که بر تمام خیشابندان خلا پاره میکنن حتی اگر حتی با وجود که اولوت هم در موعد نیست و خیاب فوران که عوض کنه این لباسی که پاره کرده چون اولوت تو نیست پس خلا پاره میکنه برای همه و میاد چیکار میکنه عوضش میکنه چون خلا ماید اولوت نیست و تمام اینا در صورتیه که خلمایت قبر شده که الان دیگه گرمه میگیم شایستن که پاره کنه و اگر فوت کرد و قبر شد در یومتوف یومتوف که پاره قبر شده توسط گویما ما پاره نمیکنه در خلمایت صد البته در یومتوف بلکه بعد از رگر که اولوتش شروع میشه که مجاز نکردن پاره کردن در خلمایت بلکه موقعی که خلمایت سپردن و اگه یوم توپ سپردن که دیگه پاره نمیکنه دیگه عقب زده شده عقبش میزنن و مزاله که این موضوع واضحه که باید براخا بگه فورا براخای دیان آیمد با اسم در روز فوت و اگر براخا نگفت قبل از قبورا براخا بگه بعد از قبورا و اگر روز قبورا گذشت دیگه براخا نمیگه و اجازه نداره که در زمان قریا در خروج معد بگه که این براخا کاری به قریا نداره خ... شماره 26 میگه خاتانی که فوت کرد برای یکی از خیشاونداش در میان افروز زیافتش با وجوده که براخای دیانای مت میگه پاره نمیکنه بلکه بعد از اینکه خاتمه داد افروز زیافتش و شروع میکنه در اولود یعنی یه نفر هاتانه حفوز اجلس بعد 120 سال باباش فوت کرد میگه پاره نکن بلکه بعد از اینکه خاتمه داد حفوز زیافتش و شروع میکنه در اولود پس بنابراین این خاتانی که در میان حفوز زیافتش یکی از خیشابندانش فوت کرد با وجوده که دیانای مت میگه ولی پاره نمیکنه کی پاره میکنه بعد از حفظ روز زیافتش که شروع میشه در اولوت ادامه میدیم میفرماید قانون پاره کردن در کسی که میبینه آسف شالوم سفر تورا سوخته میشه شماره الف میبینه می بینه, می بینه. کسی که میبینه سفر ترا موقعی که آسف شالوم داره سوخته میشه یا تفیلین که سوخته میشه پاره میکنه دو تا قریه یکی به خاطر اون پوست یکی به خاطر نوشتش عقیقتا موقعی که سوزوندنش با زور با یعنی با ظلم و زور داره کار میکنه یعنی توسط آدمی که قلدره چه فرد غیر یهودیه چه یهودیه ولی اگر سوزوندنش سوخته شدن توسط اتصال برق برق اتصالی کرده سوخته شده در اون مکان. و امثال این لازم نیست که پاره کنه و اگه سوخته شدن به مزید سوزوندن به مزید کتابای گمارا و پسخیم لازم نیست که پاره کنه پس اینجا ما میبینیم که حاصل شالوم اگر سفرتورا دارن میسوزونن تفلین دارن میسوزونن دو تا باید، دو, دو, تا پاره باید بکنه یقش یکی به خاطر این پوست قودش که داره سوخته میشه یکی هم به خاطر نوشتش که داره سوخته میشه این در چه صورتیه؟ در تو صورتی یادم قلدر چه یهودی چه غیر یهودی اومده داره میسوزونه حالا اومدیم این اتصالی کرده برق سوخته داره میسوزه آسف دیگه پاره کردن نداره حالا اگر دارن آس بشالوم کتاب های گمارا میسوزونن پسقیم علاخا میگه نمیخواد پاره کنه کاف خط میفرماید کسی که میشنود سفر تورا سوخته شده به زور با ستم با ظلم یا ای که میبینه به صلاح پوست سفرتورا که قبلا سوخته شدن لازم نیست که پاره کنه به عقیده همه که فقط در اون زمان پاره میکنه پس اینجا میگه شنید که سفرتورا سوزوندن هست شالون یا ای که میبینه سوختش نگاه معلومه این گوشه هاش سوزوندن معلومه قبلا نمیخواد پاره کنه به عقیده همه در زمانی که فقط در اون ساعتی که داره سوخته میشه پاره میکنه کافتت میفرماید که خوبه که سخت بگیره که نگاه نکنه به اون پوست های سفر تورایی که آسف شالوم خار شده یا سوخته شدن در زیز زمین جنگ جانی دوم و هم سال این ای هم مشخصه لامد سف... سفر تورایی که سوخته شدن متاسفانه در آتش سوزی تو کنیسا توسط اتصال برق یا سوخته شده در جنگ و افس... امثال این اگر سوخته شده کاملا لازم نیست که قبر کنن اون خاکستر توسط تلمید خاخامی که درس خونده علاخا ولی بله خوبه که سخت بگیرن که اونا رو گنیزاش کنن توسطش یه تلمید خاخامی بیاد گنیزا کن و اگر باقی موندن پوستای کز خورده باید قبرش کنن توسط یک تلمید خاخام با به صلاح مراسم تشییع علنی و برای با تشوبا با اعمال خوب و تمام بیستای گریه کنن این سوخته ای که سوزونده شه و لازم نیست که گزارا کنن تعنید بر جماعت فقط کسی که میتونه تعنید بگیره بر خاری تورا متاسفانه کارو بکنه و بیاد درو بر براخا و لازم نیست که پاره کنه بر سوزوندن سفر صفر تورا که قبلا توضیح داده شد که خیاب نیست که پاره کنه بلکه موقعی که انجام میشه این کار با ذدیت قلب و عصبانی کردن اشماس بشالوم شماره لامد میفرماید که آس سفر تورا سوزوندن متاسفانه سوخته شده توسط آتش سوزی یا برق اتصالی کرده یا جنگ شده خدا نکرده سوخته اگر سفر تورا کاملا سوخته خاکستر مونده نمیخواد نمیخواد که قبر کنن این خاکستر رو خوبه بهتره که پنهانش کنن ببرن جایی که گنیزا میکنن حالا اگر که آسم شلوم سفر سوخته ولی انوز هست پوسا کز خورده لباش سوخته شلوم میگه باید مراسم تشیی بگیرن یعنی اینا بگیرن تو خیابون ببرن که اینا رو قبرش کنن همه هم گریه کنن نمیخواد تعنیت ببرن بله یه مقداری سوخته بقیهش هست همش بیارن تو خیابون ببرن مثل که دارن تلمیداخا می میبرن ببرن به قبل برسونن همه هم گریه کنن تحنید هم نمیخواد تحنید ببرن برای ملت و هر کسی که میتونه خودش تحنید بگیره برای که یه اتفاق افتاده خاری به وجود اومده و نمیخواد یقه پاره کنن به سوختن سفر تورا چون که او فقط در زمانیه که به زور و ظلم دارن میسوزونن این رو شماره لامد آلف میفرماید که کسی که گذاشت سفر رو در آرون قدش گذاشته تو آرون مقدس و مواظب نبوده که او رو نگرش داره رو زمین آرون به طور صاف بنابراین متمایل شده سفر تورا به افتادن بلکه تکیه پیدا کرده بر در آرون قدش و بعد موقعی که اومده آدم دیگری که باز کنه خال آسف سفرتورا سفر تورا افتاده زمین بعضی ها میگن اون شخص اول خیاب تعنیت بگیره چون کسی که افتاده سفر تو را از دستش زیرا او باعث افتادن بوده همینطور تو لازمی که صداقه بده به فقرا به خاطر اینکه از دایره لعنت خارج بشه و به حالت باروخ بیاد و بعضی ها اختلاف دارن میگن که همه چیز انجام شده به طور صحوی از روی بیتوجهی بایستی که سبک میگیرن در اون در زمان نیاز به خصوص تمام این دین این قانون شبیه دین دام شنافل میاد و افراد چه کل دین دام شبیه به کسی که افتاده از دستش را خیابه که تحنید بگیره و این مفراش نیست در شست وریشونیم اصلا یعنی کسی که کس سفر تراس از دستش افتاد این در شخص به طور در گمارا به طور واضح نیامده که باید تعنید بگیره بلکه مینهاگ اسرائیل کسی که از دستش افتاد تفیلین تعنید میگیره در البته کسی که سفر تورا افتاد به هر صورت وقتی اینجا باعث بوده لازم نیست که خیابش کنیم تعنید و همینطور کسی که باز کرده خال که بگیره پارچه سفر تورا و موقعی که کشید یه بار بارگی قافلگی شد که دید سفر افتاد زمین آس و موقعی که و به نظر میرسه در زمانی که گرفته اون پارچه در رفته سفر از خال افتاد زمین چون که تمام موضوع تعنید در این نیست بلکه مینهاک و در این حالت نیفتاده از دستش واقعا پارچه کشیده یفتاده میکل مقام سبک میگیریم در مورد کسی که باعث شده و همه چیز بابستن به تشووا و پشیمانی که از حالا به دقت کنه با چشم باز که جور اتفاقاتی براش نیفته جور شکستایی و تعیین کنه شیور تو را بیاد کلاس تو را در حلاخا برای تمام جماعت و تعیین کنن شیور تو را در حلاخا برای تمام جماعت که اونا به اصطلاح مقیره تو را به شخره تشویا اینا خب اینجا این کابد به تورا داره میذاره اینجا دنبال عقل تورا و ذکاوت هستن و موازه باشن زیاد به تو تورا و آموزندگانش ما شماره 31 رو میخوایم توضیح بدیم توضیحش اینه که یک نفر اومده سفر تورا بذاره تو آرون صاف این رو در آرون قرار نداده و در رو که بسته تکیه داده این تکیه پیدا کرده این سفر تورا به در نفر بعد که اومده در رو باز کنه سفر تو رو مفتاده این بحث روش که کی مقصره بعضی ها میگن نفر اول مقصره که ایشون صاف نذاشته بنده خدا چه تقصیری داره اولی صاف و خوب اون رو نگذاشته و تکیه به در داشته او باعث افتادنش بوده و بعد صداقا بده که از دایره به اصطلاح نفرین و لعنت در بیاد تنیت باید بگیره بعضی ها میگن بابا همش از رو بیتیاتی بوده همش رو از اون ندانستن بوده بستگی داره میشه هم حالا گره گرفت به خصوص که اینکه که تعنیت میگیرن سفر تورا که از دستش میفته این تو گمارا نیمده و رسم که تعنیت میگیرن بر صورت وقتی مسئله باعث شدن بوده نمیخواد خیابش کنن به تعنیت و همطور کسی که در خال باز کرده رفته پارچه بیاره کشیده سفر تورا افتاده اینم میشه سبک گرفت بستگی داره به هر حال عمدی نبوده باعث شده میشه سبک گرفت ولی این س... باید تشوبا کنه پشیمون بشه از به بعد دقت کنه شیور تورا بذارن که جماعت بیان که یاس چلوم سفر تورا افتاده بتونن یه جور دیگه ای به تورا اهمیت بدن و کاود تورا رو حفظ کنن ببین همین که شما میای کلاس تورا به چی احترام گذاشتی به تورا یعنی برای من تورا مهمه شماره لامد بهت میفرماید کسی که واسه سوختش سوخته سوکاش و سوخته تمام اون تزییناتی که تزیین کرده سوکا و اون به اصطلاح تزیینات کاغذی که نوشته اون به اصطلاح برگای کاغذی اون که نوشتن روش اسامی قدش پاسوقای تنخ لازم نیست که پاره کنه لباسش ولی بایست که پنهان کنه اون خاکستر و باقی مانده اون به صلاح برگه هایی که باقی مانده از سوختن در جایی که گنیزا میکنن در به تقیباروت توسط که توسط کیسه ها یا صندوق های چوبی که اونها رو عمدی و با دست از بین نبره آقا دور از جون اسرائیل سوکاش سوخته خب برق اتصالی که سوکای سوخته خب به دیوارشم جملات تورا زده یوت کباب که بوده و اینا سوخته میگه اینا پنهانش کن جمعش کن همش خاکستر و ایناش بیار ببر تو به با کاوت بکن توی کیسه تو صندوقی و اونا رو گنیزا کن پنهان کن میفرماید که در مورد خطری که پیش اومد متاسفانه که اومدن وارد شدن به کنیسایی که در معارت پلاس. و پاره کردن به تیکه تیکه که ات شموناخ سیفر تورا سیفر تورا رو پاره کردن و پخش کردن و تبا کردن آرو نقادش رو تیکه تیکه کردن اون بله تشمیش قدوش که در تبا بوده چا همه چی پوست همه چی خراب کردن و به و خماتان به ریت بعد به تکنست و با خصبانیتشون مبلای کنیسا خراب کردن و چون که ندیدند ندیدن تمام این اعمال رو در زمانی که اتفاق افتاده و شنیدن و نی دیدن این رو فقط بعد از اون نمیخواد پاره کنن یعنی اومدن همه چی به هم زدن و پاره کردن و خراب کردن و از بین بردن و وقتی که کارا شد اومدن دیدن میگه نمیخواد یقه پاره کنه و آن اون کسی که میدونه در خودش که موقعیت سلامتیش خوبه شایستن که سخت میگیره بر خودش و تعنیت بگیره در روزی که میبرن این پوسای پاره شده سفر تورا رو که پنهانش کنن تو بد قوارد بگیره اگه میتونه و کسی که سالم نیست یا که توسط تعنیت باطل میشه از آموزش توراش تعنیت نگیره اصلش یه که برانگیخته بشه به تشووا و اعمال نیک و تعنیت دیبور بگیره و مراسم همراهی و تشییع بزرگی انجام بدن با شرکت جماعت برای پوست های سفرتورا که باقی مونده و پنان میکنن اون رو در ظرف های و قبرش میکنن در قبر صدیقیم که منوخاتام کابوت به بتقباروت چل خبرون که اونا در بتقباروت خبرون هستن و هشم ایدبارخ ایش پو و هشم خشمش بریزه بر اونای که چنین کاری کردن و و با اش من مخبه به خل و سریش و انتقام بگیر از اونایی که به سفر تو را کردن اشلوی از اولایم شورش و آنا لنن لینن و پاسو تیردو با اف به تشمیده میتخد چه مهشم که اشالا هیچ وقتی چنین اتفاقاتی نیفته و همیشه لیهودیم های تا ها را ساسون بیگار در خاتم اینجا ما یه بار دیگه چون سوال پرسیدن در مورد تفیلین که میفت خدایی نکرده افتاد اینجا ما یه بار دیگه چون میخوایم زبط بشه توضیح میدیم حالا میفرماید که مواظبت کنه از تفیلین که نیفته آقا سوار دوچرخه هستی سوار یه چیزی موتور هستی یه جایی به ازا که محکمه خوبه قشنگ سفته نمیفته پرت نمیشه و نمیدوزدنش مثلا پشت چرخ دو چرخه گوشت پشت سرش خب وایساده مثلا تو چراغ خط... چراغ قرمز یکی دیدو برداشت برد رفت خب چه چک... کجا گذاشتی حالا اینجا میفرماید که کسی که خدایی نکرده تفیلین از دستش افتاد مال سر یا مال دست به زمین یکیش افتاده حتی اگر بلندی هم که افتاده کمتر از هشتاد سانته به زمین لازمه یه روز تانیت بره که کفاره بشه این شکستی که به دستش اومده و خوبه و خوبه و خوبه که قبول کنه بر خودش تعنیت رو در همون روز امروز افتاده تا افتاده است میگه بلی نده فردا تعنیت میرم فردا تنیت بره و تعنیت رو به چند روز دیگه نندازه حالا اگر فردا شبات فردا یومتوبه بعد از یومتوب تنیت بره بعد شبات تنیت بره در این زمان یعنی امروز که ضعف به دنیا اومده و اگه سخت براش تعنیت بره یا که از آموزشش کم میشه اگه تعنیت بره یا کارگر مردمه برای مردم خوب کار نمیکنه و این باعث گازل میشه چون وقتش مال مردمه تعنیت هم که باشه نمیتونه خوب کار کنه داره گازل میشه اینجا این چقدر مهمه درست کار کردن برای مردم یا که معلم بچه هاست بهشون تو را یاد میده تندید که باشه نمیتونه خوب تو یاد بده یا ای که اهل یه شیوا صبح تا شب تو یه شیواست وقتی که تندیده نمیتونه خوب تو بخونه میگیم شما بیا غذای یک وعده بده به صداقا و کفاره میشه بروش و مسلمه که اگر تلموتورم بیاد که دیگه فبه ها علاوه بر این پولی که میده و اگر او در میان کیسش بوده وقتی افتاده کافیه که پول بده به صداقا نسبت به هر آدمی بعد علاقا توضیح میده کسی که میبینه تفیلین از دست رفیقش افتاد نمیخواد تعنید بره به خصوص اگر بین یه شیوایی که علی که نمیخواد تعنید بره بهتر صداقا بده حالا یه چیز دیگه هم میگه کسی که تو خواب دید تفید افتاده یا سفرتورا افتاده از دستش تو خواب دیده تو خواب دیده لازم نیست که سخت بگیره تعنید بگیره یه مطلب دیگه اینجا ما داریم البته از سیمان چهل و چاره که سفرتورایی که افتاد آسف شالون به زمین جماعتی که میبینن در افتادن سفرتورا لازم تعنید برن لیکن این وظیفه از دین و هلاخا نیست بلکه باید سبک بگیرن برای اونایی که ضعیفن تعمید خامیم که علی شیوا هستن معلم بچه ها هستن تو را یاد میدن کارگرایی که مزدورن وقتشون مال مردمه نمیتونن کارشون درست انجام بدن و این شک گازله که کار سابکار رو خوب انجام نمیدن بنابراین باز خرید میکنن تعنیت رو با صداقا و چقدر خوبه که اون جماعت کنیسا که چنین اتفاقی افتاده جمع بشن همه تو کنیسا و تنیت دیبور بگیرن صبح تا شب و یاد بگیرن در طول تمام روز و این خیلی بهتر از تنیت که اصل رنج دادن خود به تعنیت نیست بلکه یادم بتونه جلو دهانش بگیره جلو به بگیره و این خیلی بهتره پس بنابراین میبینیم که اگر سفر تراس به شالوم افتاد و جماعت دیدن تعنیت میخواد ولی آدمایی که ضعیفن آدمایی که یشیوایی شیوایی هستن آدمایی که معلم بچه هستن تو را یاد میدن اونایی که کارگر مردمن که میترسیم گازل بشه اینا پولش بدن بهترین کار چی چیه که جماعت بیان صبح تا شب تو کنیسا بشینن تنت دیبور بگیرن تلین بخونن و یا تورا باشه و این خیلی بهتر از تنیت که بخوان خودشون رنج بدن که آموزشی داشته باشن در طول تمام اون روز که بتونن این تشوبه رو خوب انجام بدن یه اتفاقی که افتاد یه کار خوب کنن در مقابلش بارو خشم لولام آمین و آمین